داستان از بانو پروین پژواک تحت عنوان چشم پتکان، خانش آرزو پوپل. چاشتای داغ وقتی که همه می خوابیدند، من دوستانه به حولی می رفتم و با آسمان، آفتاب، پرنده و زنبور اصل چشم پتکان بازی می کردم. 10، 20، 30 من ما بودم. چشمایم را با دست می بستم و می پرسیدم، حالا بیایم؟ حالا چشمایم را باز کنم؟ جوابم سکوت می بود. چشمانم را می گشودم، دورا دور حولی می گشتم. خوشه انگور از دریچه سبز تاک کلکشک می کرد و می گفت، آفتاب در دانه های من پنهان است. می گفتم، شیطانی نکو. حوض کاشی آبی می درخشید و آرام زمزمه می کرد. بیا ببین آسمان در آینه آب من است. می گفتم، شیطانی بد است. آشیانگک خسی از بالای درخت سبز پرواز می کرد تا بگوید پرنده در تخمای سفید او پد شده است. سرزنش آمیز سر تکان می دادم، شیطانک. آن زودتر میان گلها غنچه سرخ خاموشانه می لرزید. با عجله گلبرگهایش را می گشودم، سر زنبور عسل را می خاریدم و با خوشی چیغ می زدم، ما شدی. زنبور عسل وزوز کنان و ناراضی چشمان سیاهش را با بالهای طلایی خود می پوشاند و بی صبرانه می پرسید، حالا بیایم؟ حالا چشمایم را باز کنم؟ جوابش سکوت می بود. زنبوره دورادور حولی را می چرخید، از پنجره داخل اتاق می آمد و اول مرا پیدا می کرد. می دانست من به کجا پناه می برم. آغوش پدرم نهانگاه همیشگی من بود.